سلام و درود به همه شما همراهان خوب هویج، هر جای دنیا که هستید و با هر وسیله‌ای که ما رو تماشا می‌کنید، خوشحالیم که با یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. چرا جنگنده‌های F-15 بعد از 50 سال نیز هنوز سرحال و کارآمد هستند؟ تا چند سال پیش عمر جنگنده F-15 ساخت کمپانی بوئینگ به شمار افتاده بود، اما درخواست پنتاگون برای 8 فروند جنگنده F-15 ایگل دیگر در سال 2020 شاهدی دیگر بر کارآمدی این جنگنده قدرتمند بود. نزدیک به 5 دهه بعد از اولین پرواز F-15 هنوز هم میتواند در میدان نبرد مدرن تاثیرگذار باشد و ارزش خود را با تجهیز به تکنولوژی های مدرن همچنان به رخ بکشد. این جت که بسیاری از تحلیلگران عرصه نظامی و هوانوردی فکر میکردن با معرفی جنگنده های فوق مدرن F-35 از اعتبار خواهند افتاد و برای رقابت با همتایان مدرن خود بسیار قدیمی و از مد افتاده است، از یک هواپیمای کمکی در ماموریت های مشترک بین یک جنگنده نسل پنجمی تغییر یافته است. مقاله‌ای در وبسایت هوانوردی فلات گلوبال به عنوان رنسانس غیر محتمل F-15 در مورد این جت جنگنده می‌نویسد که برای اولین بار در سال 1972 در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و در اوج جنگ ویتنام به پرواز درآمد و اکنون پس از 50 سال شغل جدیدی پیدا کرده و می‌تواند تا 30 سال دیگر نیز در خدمت نیروی هوایی ارتش ایالات متحده باقی بماند. پنتاگون نیز درخواست بودجه کافی برای خرید 8 فروند جنگنده F-15X را داده و قصد دارد در 5 سال آینده در مجموع بیش از 80 فروند از این جت جنگنده تولید کند. F-15 ابتدا به عنوان جنگنده‌ای برای داشتن برتری هوایی تولید شده و در اواخر دهه 1970 وارد سرویس شد. با هم ادامه این ویدیو رو می‌بینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. این کشورها خود برای روزآمدسازی‌های اختصاصی سرمایه‌گذاری کردند که در مدل جدید بوئینگ F-15X که در بودجه نیروی هوایی برای سال 2020 پیش بینی شده بود وجود ندارد. به احتمال فراوان نیروی هوایی از این جت جنگنده به عنوان یک شریک موشک پرتاب‌کن برای جنگنده پنهانکار اما کمتر تجهیز شده F-35 استفاده خواهد کرد. علاوه بر هزینه‌های توسعه پرداخت شده از قبل توسط دولت، دلایل دیگری برای سفارش و خرید تعداد بیشتری F-15X توسط نیروی هوایی ایالات متحده در سال‌های آینده وجود دارد. هنگام پرواز و نگهداری از این جنگنده در مقایسه با جنگنده رادارگریز F-35 بسیار کمتر است. آموزش استفاده و هدایت این هواپیما نیز بسیار آسان‌تر بوده و خلبانان جنگنده‌های F-15 نوع C، D و E نیز می‌توانند با آموزش‌های بسیار ناچیز و مختصر هواپیمای 15EX را هدایت کنند. همچنین F-15EX می‌تواند سلاح‌های بسیار بزرگ و قدرتمندی مانند موشک‌های فراسوت نسل جدید را در خود جای دهد که امکان بکارگیری در F-35 را ندارند. کمپانی بوئینگ بارها هشدار داده بود که پس از تکمیل درخواست‌های خارجی برای این هواپیما از جانب عربستان و قطر، خط تولید F-15 خود را برای همیشه جمع‌آوری خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد با قراردادهای اخیر تا دهه‌های دیگر شاهد فعالیت مداوم این خط تولید باشیم. علاوه بر این، کشورهای متحد ایالات متحده که به دلیل قیمت بالا توانایی خرید جنگنده‌های F-35 را ندارند، می‌توانند به داشتن جنگنده‌های F-15 به عنوان گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر و با همان کارآمد نگاه کنند که همین موضوع افزایش تولید و فروش این جنگنده را در سال‌های آینده در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که F-15 می‌تواند در نبردهای پیشرو نیز همان قدرت و مدرنیتی که نیم قرن پیش داشت را از خود نشان می‌دهد. شما میتونید ادامه ی ویدیوی ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که نظرات خودتون رو در رابطه با این ویدیو یا اینکه دوست دارید ویدیوهای بعدی ما راجع به چه موضوعی باشه در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواستون رو داره.